بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان عزيز و ارجمند، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمیدونم دوستان صدا هست یا نه، صدا اگر که واضح هست یه مقدار باده، اگر صدا نمیدونم واضح میرسه به شما عزیزان یا نه. مردی فرزند یک ساله داره و همسرش راضی نیست بره جهاد، آیا جهاد فرض بر اون؟ ببینید دوستان، بحث جهاد، وقتی که جهاد فرض عین باشد، در اون صورت نیازی به اجازه پدر و مادر و همسر نیست. اما در صورتی که جهاد فرض عین نیست، یعنی شما در شهری نیستید که به اصطلاح دشمن حمله کرده باشه، کفار بر شما حمله کرده باشند، شما دورید و فرضم فرض عینی نیست، فرض کفایه هست، در این صورت حتما باید انسان از پدر و مادرش اجازه بگیرن. و الان هم متاسفانه وضعیتی که فعلا وجود داره، راهی برای رفتن به غزه نیست. و بحث این نیست که کسی، یعنی جایز هست که کسی برود یا جایز نیست، بحث اینه که اصلا راهی برای رفتن فعلا وجود نداره. خواستم بپرسم آیا استفاده از کرم شیر الاغ نماز را باطل می کند؟ ببینید در مورد الاغ، در مورد شیرش، یعنی علما نظرشون بر همین است که خود الاغ و مشتقاتش به اصطلاح که باشند، شیرش باشد، گوشتش باشد یا بقیه موارد، از نظر شرعی نجس هستند. و به صورت کلی وقتی که بگیم که نجس هست، یعنی این که مانع به اصطلاح صحت وضو هست. یعنی اگر به طور مثال، یعنی مطمئن باشیم که کاملا این شیر به اصطلاح الاغ هست و بر همون اصل اساس خودش باقی مونده، در این صورت نظر جمهور علما اینه که از اون استفاده نکنید. و کرم های بدیلی وجود داره، حتما جایگزینش وجود داره که از اون استفاده بکنید. شیخ تیپت محشره، نمیدونه، ما اگر که لباس سفید بپوشیم و همه یک دست، اعتراض میکنند که شما چرا ملاها از خودتون رو جدا، یک بافته جدا تافته ای از جامعه هستید و مثل بقیه لباس نمیپوشید. وقتی که مثل بقیه هم لباس بپوشیم، بازم دیگه مثل همون جریان به اصطلاح میگن ملا نصرالدین الاغش. من ناخوشم در شده، یا ناخونم در شده، رفتم وضو گرفتم، الان دوباره خون شده، لازم به استنجا هست؟ نه ببینید عزیزان، بحث استنجا فقط زمانی هست که انسان قضای حاجت بکنه. استنجا زمانی واجب هست که انسان رفته دستشویی، قضای حاجت کرده، بعد از دستشویی باید استنجا بکند، یعنی عضو تناسلی خودش رو، مخرج نجاست رو باید بشوید. این معنی استنجا. هر بار که شما نیازی به وضو پیدا میکنید، دستتون خون شده یا به صورت دیگر، مثلا خواب رفتید، بادی از شکم کسی خارج شده، در این صورت لازم نیست که قبل از وضو استنجا بکنه. استنجا فقط مال زمانی هست که انسان دستشویی رفته باشه و قضای حاجت کرده باشه. در بقیه موارد، در هنگام وضو گرفتن، استنجا نه سنت هست و نه واجب. در سجده در نماز فرض دعا کرده می شود؟ یعنی جایز است که نماز بخوانیم؟ بله، هیچ گونه ممنوعیتی وجود نداره. در هیچ روایتی از روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم بحث دعا را منحصر به اصطلاح نماز غیر فرض نفرمودند. گرچه برخی از فقها گفتند بهتر است که در نماز غیر فرض دعا بکنید، اما عملا رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین چیزی را نفرمودند. مطلقا به ما فرمودند که نزدیکترین حالتی که ما به پروردگار داریم در حالت سجده هست، و فرمودند که در حالت سجده فاکثروا فیها من الدعا، در هنگام سجده زیاد دعا بکنید،
فقمین ان یستجاب لکم، سزاوار هست که الله متعال دعای شما را بپذیرد. یعنی یکی از جاهای اجابت دعا در هنگام سجده هست که انسان در هنگام سجده دعا بکند. هیچ تفاوتی بین نماز فرض و نماز سنت و نفل وجود نداره. درباره نماز تهجد بگویید به تفصیل. تفصیلی ندارد. وقت نماز تهجد بعد از نماز عشاء شروع می شود تا نماز فجر، تا اذان فجر. این وقت زمان قیام اللیل هست، نماز شب. تهجد یعنی نماز شب. اما چرا میگن تهجد؟ زیرا که معمولا انسان سر شب میخوابه و آخر شب بلند میشه. تهجد یعنی نمازی که ابتدای شب انسان خوابیده، بعد از این که از خواب بیدار شده مثلا میخواد نماز بخونه، یعنی همون نماز شب. لازم نیست که حتما انسان شب بخوابد بعدش بیدار بشود، نه. اگر یک فردی مثلا اصلا خوابش نبرد میخواست بلند بشود نماز بخواند، هیچ گونه اشکالی ندارد. بعد از نماز عشاء تا اذان فجر، این وقت نماز تهجد و نماز شب هست. هر پاسی از شب که شما نماز خواندید از نظر شرعی جایز هست، هیچ گونه اشکالی نداره و نمازتون همون نماز شب شمرده میشود. اما یک سوم آخر شب یعنی قبل از نماز فجر، این فضیلتش بیشتر هست، این فضیلتش بیشتر هست. اما هر قسمتی از شب که شما نماز خواندید از نظر شرعی مشکلی ندارد. نماز تهجد و نماز شب تعداد رکعات خاصی که حتما باید اون تعداد رکعات باشه وجود ندارد. هر کسی به اختیار خودش. اگر وقت بود، فرصت بود، 2 رکعت خوندید خوبه، 4 رکعت خوندید هم خوب، 6 رکعت خوندید هم خوب. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم روششون این بوده که همیشه 8 رکعت میخوندن. 8 رکعت نماز تهجد یا نماز قیام اللیل یا همون نماز شب میخوندن و بعد از آن 3 رکعت دیگه هم نماز وتر میخوندن. حالا شما اختیار دارید که 2 رکعت میخونید، 4 رکعت میخونید، 8 رکعت میخونید، 10 رکعت میخونید، بیشتر میخونید. هیچ گونه ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد. و نمازش هم 2 رکعت 2 رکعت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند صلات اللیل مثنا مثنا، نماز شب یعنی همون نماز تهجد 2 رکعت 2 رکعت هست. 2 رکعت بخوانید سلام بدید، بعدش بلند بشید 2 رکعت دیگر بخوانید، سلام بدید، بعدش بلند میشید 2 رکعت دیگر میخونید. کل نماز تهجد همون تفصیلش هم این هست که خدمت شما عرض کردم. شما سلفی هستید یا حنفی؟ والا این سوال دیگه خیلی ظاهرا دوستان براشون مهمه. عزیزان من، ببینید سلفی یعنی کسی که عقیدهش عقیده امام ابو حنیفه، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی باشه. سلفی یک مذهب فقهی نیست که شما فکر بکنید که یک محدوده مشخصی، یک فقه مشخصی به این میگن سلفی و به اون فقه دیگر میگن حنفی. نه، این گونه نیست. سلفیت یعنی پیرو کتاب و سنت بودن. اصلش هم در باب عقیده هست، یعنی بقیه انحرافاتی که مثلا بعدن وجود اومده. الان مثلا بسیاری از فرقه هایی هستند، یکی مثلا به نام نمیدونم بریلوی و یکی نمیدونم به عنوان صوفی، هر یکی یک فرقه دارند، یکی به عنوان اشعری، یکی به عنوان ماتوریدی، یکی به عنوان معتزلی، یکی به عنوان شیعه، یکی به عنوان خوارج. این همه فرقه هایی که در طول تاریخ اسلام به وجود آمدن. سلفی به کسی میگن که هیچ کدوم از این فرقه ها نباشه و عقیدهش عقیده امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل و این بزرگواران باشه. در دین خودش هیچ گونه تغییری نداده باشه، هیچ گونه بدعتی خرافاتی نداشته باشه، عقیدهش دقیقا همون عقیده باشه که عقیده صحابه بوده، عقیده ائمه بوده. سلفیت یعنی این. اما نمیدونم بعضی از دوستان انگار که چه منفیتی دارند، هی تبلیغات سو میکنند که سلفی اینطور هست اونطور هست. نه، سلفی یعنی پیرو امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، احمد ابن حنبل. اما در باب فقه هر کسی، هر مسلمانی اختیار دارد. حتی شما هم، شمایی که اصلا سواد دینی هم ندارید، از نظر شرعی اختیار دارید از هر کسی میخواهید مسائل خودتون رو بپرسید، سوال بکنید از هر کسی. هر عالمی رو که دیدید و شایسته میدونستید، به علمش، به درایتش، به تقوایش باور دارید، مسائل شرعی رو از اون بپرسید، عمل بکنید در باب فقه. اما در باب عقیده همه باید پیرو سلف باشیم. سلف ما کی هستند؟ صحابه هست.
و ائمه بزرگوار ما هستند، تابعین هستند، امام ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد و امام بخاری، مسلم و بقیه با ائمه بزرگواری که وجود داشتند. سلفی یعنی پیرو این بزرگواران در باب عقیده و در باب فقه. همه ما یعنی هر چهار مذهب پیرو قرآن و سنت هستیم، هر کسی بر اساس اجتهاد خودش عمل میکنه، هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی در این زمینه وجود نداره. استاد پام شکسته تو گچه، نمیتونم نماز بخونم، بعدم قضاشو بخونم اشکالی نداره؟ نه، میتونی نماز بخونی. چرا نمیتوانی نماز بخونی؟ همین که پای شما شکسته میتونی همونطوری که دراز کشیدید یا نشستید میتونید نماز بخونید. برای کسی که بیمار هست نمیتواند بیستد، حتی اگر نمیتواند بنشیند نماز بخواند، یا ایستاده نمیتواند بنشیند، نشسته نمیتواند دراز کشیده نماز بخواند، همین که شما رو به قبله بشینید، به طور مثال تکبیر میگیدید و نماز میخونید و برای رکوع یک مقدار خودتون خم بکنید، دوباره بلند میشید و برای سجده بیشتر از اون حدی که برای رکوع خودتون رو خم کرده بودید خودتون رو خم بکنید و نماز بخونید. و جایز نیست که نماز را به تأخیر بیاندازید که مثلا چون که مریض هستید پایتون گچ هست نماز را به تأخیر بیاندید بعدن قضا بیاورید، نه، چنین چیزی جایز نیست. در همون حالت و در همون کیفیت با هر کیفیتی که توانستی نماز بخونی، حتی با اشاره سر هم که توانستی نماز بخونی، نماز بخونی و قبول هست. سلام دوستان، ظاهرن نمیدونم مشکل نت هست یا چی هست که میگوید در جنگ یمامه صحابه پیامبر را فریاد میزدند در حالی که در حین حیات نبودند، آیا میتوان به توسل ربط داد؟ نه، در زمان پیامبر یعنی کسی پیامبر را صدا نمیزده، کسی پیامبر را صدا نمیزده. بحث توسل و ندا یک بحث جداگانه هست، اما بحث ندبه و بحث تحریک کردن مردم برای جهاد مثلا یک بحث دیگر هست. مثلا وقتی بگیم وا محمدا، وا دینا، وا اسلاما، این به معنی توسل و صدا کردن به صدا کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. بله، عصر جمعه هست و زمان اجابت دعا هست. همه دوستان انشاءالله دعا بکنن، بنده هم برای شما دعا خواهم کرد. الله متعال تمامی مشکلات همه من و شما را حل بفرماید. درباره سیدها و جددارها توضیح بدهید. جد که همه دارند، مگر کسی هست که جدی نداشته باشه؟ همه جد دارند، اما سید یعنی اولاد پیامبر، کسی که نسبش به یک صورتی به رسول الله صلی الله علیه و سلم برسه. و سید هم آدمی هست مثل من و شما و هیچ گونه مزیتی بر دیگران ندارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم فرمودند که هیچ کسی از شما بر کسی دیگری برتری ندارد مگر با تقوا. انسان متقی باشه، اون پرهیزگار باشه، این نزد الله متعال ارزش داره، اما صرفا به این که انسان سید باشه هیچ گونه برتری بر این مبنا الله متعال کسی رو یعنی برتر قرار نمیده. و رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی به دخترشون حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمودند که ای فاطمه، خودت رو از آتش جهنم نجات بده، من نمیتونم برای تو کاری رو انجام بدم. الله متعال میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بزرگوارترین شما و گرامیترین شما نزد الله متعال پرهیزگارترین شما هست. اما سید در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم حق و حقوقشون از رسول الله صلی الله علیه وسلم میدادن، از جز اموال خمس یک بخشی را، خمسی که از غنیمت بود از جنگ به دست می اومد، یک بخشی را رسول الله صلی الله علیه وسلم اختصاص میدادن به سادات و به بنی هاشم. حکم خوردن مشروب چیه؟ خوردن مشروب یا هر موردی که نشه آور باشد، تفاوت نداره که اسمش رو چی بگذارید، هر چیزی و هر نوشیدنی که نشه آور باشد از نظر شرعی نوشیدنش حرام هست و گناه کبیره هست و حد شرعی دارد، یعنی در دنیا شلاق دارد که اون رو شلاق بزنند. الان 40 ضربه شلاق یا بیشتر، هر چیزی که حاکم به عنوان تعزیر صلاح بداند.
و در روز قیامت هم الله متعال مجازاتی برایش تعیین کردند و فرمودند هر کسی که در دنیا شراب بخورد در بهشت از اون محروم خواهد شد، منتها اگر کسی شراب خورد و توبه کرد الله متعال توبهش را قبول میکند. اولین بار است با لباس رنگی میبینمتون. خب امروز روز جمعه است، بیرون اومدیم کنار دریا دیگه، با لباس سفید مناسب نیست، لباس بیرون و تفریح متفاوت با لباس رسمی. استاد تیمم بدل غسل در هنگام مهمانی یا مسائلی قبیل خجالت کشیدن جایز هست؟ نه جایز نیست، صرفا به خاطر این که بالفرض یه جایی رفتید و نمیدونم خجالت میکشید که مثلا بگید که احتلام شدید، نه احتلام شدن خجالتی ندارد و طبیعت بشری هست. مانند این که کسی نیازی به وضو داشته باشد، نیازی به وضو پیدا می کند، نیازی به غسل احیانا پیدا می کند و این دلیلی برای تیمم نیست. در چنین حالتی تیمم جایز نیست. تیمم برای صورتی هست که انسان در یک موقعیتی قرار داده باشد که آب وجود نداشته باشد یا این که اساسا بیمار هست و نمی تواند از آب استفاده بکند. اما این که در یک جایی رفتید و نمیدونم خجالت میکشید که مثلا حمام برید، نه این دلیلی برای جواز تیمم نیست. بهترین روش برای جلوگیری از خود ارضایی چیست؟ بهترین روشش که رسول الله صلی الله علیه وسلم توصیه کردند، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، کسی که توانای ازدواج دارد باید ازدواج بکند. راه طبیعیش و راه فطریش همان ازدواج هست و وقتی که کسی توانه ازدواج ندارد راهش همون صبر کردن هست، تقوا رو پیشه بکند. رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه رو توصیه کردند که یه مقدار یعنی شهوت رو کم میکند. سعی بکنید خودتون رو مشغول کارهای دیگر بکنید، مشغول ورزش، مشغول مطالعه، سعی بکنید کمتر تنها باشید، سعی بکنید که کمتر مواردی رو که تحریک کننده هست، عکس و فیلم و روزنامه و بقیه مواردی که تحریک کننده هست، سعی بکنید از اینا اجتناب بکنید. و قطعا هر کسی که از تقوا داشته باشد، از الله متعال کمک بگیرد و توکلش بر الله متعال باشد، الله متعال او رو موفق خواهد کرد. کسی که شراب بخوره تا 40 روز نمازش قبول نمیشه؟ نه، تا 40 روز در حدیث اومده که نمازش قبول نمیشود، اما این به معنی این نیست که از نماز خوندن معافه. نه معاف نیست، باید نماز بخواند. کسی که شراب خورده باید نماز بخواند و اگر نماز نخواند گناه ترک نماز برگردنش هست، حتما باید نماز بخواند و جایز نیست که نماز رو ترک بکند. و در مورد این مثلا در روایت دیگر اومده هر کسی که نزد فالگیر برود برای اون هم این به صلاح وعید اومده که نمازش تا 40 شبان روز قبول نیست و معنیش این است که اون ثوابی رو که دیگران میبرند و ثواب نمازی که چندین برابر میشود برای این فرد این گونه نیست، فقط همون حد اقل ثواب به اون میرسد، یعنی این که فرض از گردنش ادا میشود اما ثواب اضافی براش ندارد. اما اگر نماز نخواند ترک نماز گناه دیگه هست. آیا در جنگ قزبری شهیدی؟ شکی در این وجود نداره، کسی که در دفاع از مسلمانان و حریم اسلام و مسلمانان و در دفاع از مظلومان کشته بشود شهید هست انشاءالله. حکمش در دنیا این است که شهید در معرکه فوت کرده. شخصی مادر بزرگ مادریش برای شیر داده است، آیا ازدواج او با دختر خاله اش درست است یا خیر؟ نه، کسی که از مادر بزرگ شیر خورده نمیتونه با دختر خاله اش ازدواج بکنه، زیرا که دختر خاله اش در واقع میشه خواهرزاده رضاییش و همه هر چیزی که از نظر نسبی حرام هست از نظر سبب حرام. ازدواج کردن با خواهرزاده اصلی حرامه و همچنین ازدواج کردن با خواهرزاده رضایی و شیری هم حرام است، جایز نیست.
در راهی چهره حرام هست، اگر که چهره یعنی واضح باشه، آشکار باشه، چشم و لب و لوچه و بینی و همه چیز واضح و آشکار باشه، از نظر شرعی جایز نیست، اما اگر در حد یک سایه باشه در این صورت اشکالی نداره. حکم کراتین مو چیست؟ از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره. کراتین مو یا خدمات مو هر چی باشه، کوتاه کردنش گرفته، نمیدونم رنگ کردن مو، کوتاه کردن مو، کراتین مو و بقیه خدماتی که وجود داره از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست. فرستادن عکس برای دوست پسر مجازی گناه هست؟ بله، عکس فرستادن برای فرد نامحرمی که اونم که با نگاه یعنی ناسالم داره بهت نگاه میکنه از نظر شرعی حرام هست و اصلا ارتباط در میان دو نفری که با هم دیگه نامحرم هستن از نظر شرعی جایز نیست. اگر واقعا میخوان با هم دیگر ازدواج بکنن، راش این است که از طریق خانواده ها اقدام بکنند و با هم دیگر ازدواج بکنند، اما رابطه پنهانی و به اصطلاح غیر مشروع جایز نیست. خون مرده که روی بدن باشد و خشک شده باشد برای غسل چه حکمی دارد؟ روی بدن باشد و خشک شده باشد، اگر منظورت این است که زیر پوست باشه که اشکالی نداره، اگر خون مردگی وجود داشته باشه این برای وضوع و غسل هیچ گونه اشکالی نداره، اما اگر روی بدن هست این باید شسته بشود. جمهور فقها نظرشون بر این است که خون نجس است، گرچه برخی از فقها حتی معتقدند که خون نجس نیست، خون رو نجس نمیدونن، اما بنابر رأی بیشتر کسانی که مثلا معتقد هستند که خون نجس است حتما باید شسته بشود. حکم خوردن میگو و خرچنگ حرام یا حلال است؟ حلال، هر چیزی که صید دریایی باشه از نظر شرعی و رأی جمهور اهل سنت والجماعت اینه که حلال هست، منتها در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خرچنگ رو حرام میدونند و برخی از علماشون حتی معتقد هستند که خوردن میگو هم حرام میدونند، حرام نمیدونند البته، برخی از فقها گفتن مکروه هست و جناب مفتی محمد تقی حفظه الله نظرشون بر این است که حرام نیست و مکروه میدونند این مورد رو، اما در بقیه مذاهب یعنی اشکالی نداره، جایز هست. آیا در این وقت دعا قبول می شود؟ بله، در روز جمعه یک ساعتی هست و لحظه‌ای هست که دعا به اصطلاح قبول می شود، جز اوقات اجابت هست و جمهور علما نظرشون بر اینه که این وقت بعد از عصر تا مغرب، یعنی این وقتی که الان ما وجود داریم، الان شاید در برخی از جاها دیگه غروب شده الان. آیا وقتی غسل میکنی دیگر نیازی به وضو داریم؟ نه، بعد از اینکه غسل کردی نیازی به وضو نداریم. بهتر است که برای وضو، برای غسل بهتر است که شما قبل از اینکه غسل بکنید وضو بگیرید. سنت همینه که قبل از غسل وضو بگیرید و بعداً تمام بدن خودتون را بشویید. اما حتی اگر کسی قبل از غسل هم وضو نگرفته باشد، خود غسل یک وضو کامل هست، یک وضو کامل، یک طهارت کامل هست. بعد از غسل ولو این که شما قبل از آن وضو نگرفته باشید، باز هم جایز هست که نماز بخونید و قرآن دست بزنید و بقیه موارد. وضو گرفتن دیگری مجدداً وضو گرفتن لازم نیست. بنده از شما و تک تک دوستان التماس دعا دارم. اول اینکه خداوند منو به درگاهش قبول بکنه. الله متعال همه منو شما رو قبول بکنه. به همه منو شما الله متعال توبه نصیب بکنه. الله متعال تمامی مشکلات همه منو شما رو الله متعال رحم بکنه. دمت گرم، جوابتون واسه سیدها. بله، یعنی خواهر گرامی سرکار خانم زهرا، ببینید امروزه برخی اومدن از بحث این که سید هست و استفاده میکنن، هم خود مردم سید هم خود سید هست و استفاده میکنن و هم مردم یعنی دوچار توهم شدن که فلانی که چون که سید هست حتما دیگه این پیش خدا ارزشی داره، دعایش رد نمیشه و مقامی داره و حتما من باید از طریق اون به خداوند متعال وصل بشم، اگر برم از اون طلب دعا بکنم یا از اون تعویض بگیرم حتما قبول میشه. نه، در این زمینه سید و غیر سید هیچ فرقی ندارن، معیار پیش الله متعال فقط تقوا هست.
سید بودن بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که کسانی که با من یک نسبتی رو دارن در روز قیامت شاید مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم براشون شفاعت خصوصی بکنه، و فرمودند که یک صله رحیمی دارند اسلام سعبول لها به بلالها، در که رسول الله صلی الله علیه و سلم شاید براشون، البته رسول الله برای همه تو یعنی وصیت میکنند و شفاعت میکنند، برای سید شاید مثلا وصیت به اصطلاح خواستری شاید باشه، این موردش هست در روز قیامت. اما امروزه در دنیا برای احکام شرعی در میان سید و غیر سید هیچ گونه تفاوتی وجود نداره، سید و غیر سید هیچ گونه مزیتی بر همدیگر ندارند مگر با تقوا و پرهیزگاری. همه مکلف به احکام هستند و هر کسی که به الله متعال تقرب بجوید الله متعال او را به خودش نزدیک میکند، سید یا غیر سید. مولانا روزه قول را باید پشت سر هم گرفت. اگر قول کردید نذر کردید، این بستگی به نذر شما داره چطوری نذر کردید. اولا عرض بکنم که قول کردن نذر کردن از نظر شرعی مکروه، جایز نیست، نباید شما نذر بکنید. نذر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن نذر یک ابزاری هست که از انسان بخیل از اون به زور عبادتی کشیده میشه. شما نباید نذر بکنید که خدایا اگر فلان کار من درست شد من 10 رکعت نماز میخونم. نباید برای عبادت بر الله متعال شرط بگذارید، این جایز نیست. اما اگر کسی نذر کرد، به قول بلوچی قول کرد، قولش رو باید انجام بده. اگر شما نذر کردید که مثلا 3 روز پشت سر هم روزه بگیرید، باید پشت سر هم روزه بگیرید. اگر مطلقا گفتید که 3 روز روزه میگیرم، نه، در این صورت لازم نیست که حتما پشت سر باشه. حکم نجاست خشک شده چیست؟ اگر با دست خیس به چادر نجس خشک شده دست بزنیم حکمش چیست؟ اگر واقعا شما مطمئن هستید که این به اصطلاح نجاستی هست و با دست خیس دست بزنید، بله در این صورت نجس می شود با دست خیس و نم، یا اینکه نجاست خیسی باشه، یا اینکه با دست خیس بر روی نجاستی دست بزنید، در این صورت نجس می شود دست. اما صرفا این که اگر خشک باشد، در این صورت سرایت نجاست سرایت نمی کند. چه دعایی بخوانیم که مغزمون باز بشه؟ از الله متعال یعنی طلب بکنیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری رب زدنی علما، این دعاها رو بکنیم انشاءالله که تأثیر داره. اما دعایی که بگیم که مخصوص این است که انسان ذهنش قوی باشه، هر کسی این دعا رو بکنه دیگه ردخور نداره و 100% مثلا زیرک و باهوش میشه، نه، چون این دعایی قطعی وجود نداره. طلب دعا هست، طلب حاجت و نیاز از الله متعال هست. یکی جواب بده حکم عمل کردن بینی چی هست؟ عمل کردن بینی اگر به خاطر نیاز مبرم باشه، یعنی این که بینی یک فردی فرض کنیم عیبی داشته باشه، ایرادی داشته باشه، تصادف کرده باشه، بر اثر بیماری به اصطلاح تغییر کرده باشه یا انحراف داشته باشه یا مواردی از این قبیل، عمل کردنش اشکال شرعی ندارد و جایز است. اما صرفا به خاطر تغییر مدل و زیبایی محض که مد شده، مثلا فلان مدل الان مردم فکر میکنند که زیبا هست، به این خاطر جایز نیست. جایز نیست که انسان بدن خودش را بازیچه قرار بده. امروز یک مدل نمیدونم مردم میپسندن، فردا یک مدل دیگری میپسندن، پس فردایش یک مدل دیگه، هر روز شما متغییر مدل بدید، نه، این بازی کردن با خلقت الهی هست و این جایز نیست. تولد گرفتن برای بچه گناه هست؟ بهتر است این کار رو انجام ندید، و چون که یک به اصطلاح فرهنگ غیر اسلامی هست و شباهت با نصارا هست، انجام ندید اولادتر و بهتر هست. اما اینکه بگیم که گناه هست، من نمیتونم بگم که گناهه، زیرا که روایتی، حدیثی، آیه قرآنی چیزی که بگه که این عمل حرامه گناهی وجود نداره، فقط در حد شباهتی برای غیر مسلمانان هست. کسی که قسم علکی میخوره حکمش چی است؟ قسم علکی اگر منظورت این است که قسم
دروغ میخوره، این اسمش هست یمین غموس، یعنی کسی که قسم دروغ بخورد یعنی این که در گناه فرو رفته و گناهش به اندازه سنگین هست که کفاره هم ندارد. به اندازه گناه دروغ، قسم دروغ گناه هست که کفاره هم ندارد. ببین یک کسی قسم خورد بعدا قسمش را شکست، کفاره داره. به 10 مسکین غذا بده، به 10 مسکین لباس بده و اگر توانایی نداشت 3 روز روزه بگیره. اما قسم دروغ به اندازه گناهش سنگین هست که اصلا کفاره نداره. روزه گرفتن، اطعام کردن، مسکین رو غذا دادن جوابگو نیست. حتما انسان باید توبه بکنه از این گناه کبیره و کفاره نداره. و در روایت اومده که این یمین غموس هست، یعنی این که صاحبش در گناه فرو میره. دعای قنوت در وتر واجبه یا فرض؟ از نظر جمهور علما نه واجبه نه فرض. از نظر جمهور علما دعای قنوت در وتر نه واجب هست و نه فرض. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جز واجبات میدانند که واجب هست که در نماز وتر قنوت بخوانید، اما بقیه مذاهب اینو جز سنت ها میدانند، نه واجب میدانند و نه فرض. من آرایشگر هستم و به خاطر اینکه سر پای خودم هستم برای همین این کار رو انتخاب کردم تا موفق بشم. آیا درآمد من حلال نیست و گناه؟ نه، حرام نیست، جایز هست. آرایشگری تفاوتی نداره برای زنان یا برای مردان. یک شغل هست، یک نیاز هست، نیاز جامعه هست و همه نیاز دارن. اگر قرار باشه که آرایشگری وجود نداشته باشه، خب یعنی زنان، مردان، یعنی کجا بروند برای آرایش خودشون و کوتاه کردن مو، تراشیدن مو؟ این خدماتی بوده که حتی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم وجود داشته و رسول الله معنی نفرمودن. و کسی هم که درآمدش از این آرایشگری هست، از نظر شرعی درآمدش حلال هست، مگر موارد خاصی که به طور مثال در شریعت من اومده باشه، انسان نباید اون کار رو انجام بده. به طور مثال تراشیدن ریش مثلا حرام، جایز نیست و انسان سعی بکنه که از این مورد پرهیز بکنه. یا مثلا گرفتن ابرو حرامه، انسان سعی بکنه از این مورد پرهیز بکنه. اما بقیه موارد درآمدش حرام نیست، جایزه. جابجا کردن مواد مخدر و فروش آن تا مصرف کردن، حکمش چیست؟ فرقی نداره. جا به جا کردنش، مصرف کردنش یا فروختنش، خریدنش، تمامی این موارد گناه هست، جایز نیست به هیچ عنوان. چیزی که برای بدن ضرر داره، برای جامعه ضرر داره، برای خانواده ها ضرر داره، انسان معتاد میکنه، خانواده ها رو از هم میپاشه، حیا و غیرت انسان ها رو از بین میبره، بیمارشون میکنه و عوارض بسیاری دیگر. شما میخواهید که از این طریق پولدار بشید که برید کیف بکنید و زندگی روتون بگذرانید، این چنین درآمدی نهایت شما را به خاک سیاه مینشاند. از نظر شرعی به هیچ عنوان جایز نیست و حرام قطعی و 100% هست. اگر در فلسطین به جهاد برم و شهید بشم، شهید میشم؟ بله، اگر تونستی بری، اگر رفتی شهید شدی، انشاءالله که شهید هست. الله متعال این بلا و مصیبت و این مشکلات را از سر مردم غزه و اهل فلسطین الله متعال دور بکند. الله متعال تمام مسلمانان را در هر جایی که هستن مشکل دارند، خصوصا مردم غزه را، الله متعال از این مشکلاتی که برایشون به وجود آمده، الله متعال همه را انشاءالله حفاظت بکند و مشکلاتشون را حل بکند. مردگان را بیامرزد و بیماران را و مجروحان را الله متعال شفای عاجل انشاءالله نشید بفرماید. حکم رنگ کردن مو برای زنان چی است؟ جایز هست، هیچگونه اشکالی نداره و یک زینت هست برای زنان. رنگ کردن مو برای زنان و همچنین برای مردان جایز هست، حتی سنت هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور دادند که موی سفید را تغییر بدید. دستور دادن یعنی تشویق کردن، نه اینکه واجب شرعی باشه و به اصطلاح سنت هست. و بسیاری از اصحاب رسول الله، ابوبکر و بسیاری دیگر، حسن، حسین،
و بسیاری از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم خضاب می زدن یا کت می زدن ریشی خودشون رو، موی سرشون رو. و ابو بکر صدیق وقتی که پدرشون مسلمان شد، اینو آوردن در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرمودن غیروا هذا الشیب، این موی سرش رو که سفید شده اینو تغییر بدید، یعنی رنگش بکنید. منتها در وقتی در این روایت اومده که وجتنب و سواد، از رنگ سیاه شما پرهیز بکنید. به این خاطر بعضی از علما گفتند که رنگ سیاه جایز نیست، اما نظر بنده این است که این وجتنب و سواد این مدرج هست در این روایت، در اصل روایت نیست، مدرجه، یعنی قول راوی هست. و به نظر من حتی رنگ سیاه هم اگر کسی رنگ بکنه هیچ گونه اشکالی نداره، چه مرد یا زن. اگر شخصی ناخواسته دستش به شوهرش برخورد کند وضوش باطله؟ نه، وضو باطل نیست، نخواسته و ناخواسته، در هر صورت چه عمدی باشه. دست زدن زن و شوهر به هم دیگر بنابر قول راجح و جمهور علما جز شکننده های وضو نیست، وضو را نمی شکند. گرچه در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه این جز شکننده های وضو تعریف کردن، اما جز شکننده ها نیست. عملا رسول الله صلی الله علیه و سلم روایات متعددی داریم که از خونه بیرون می آمدند، احیانا همسرانشان را می بوسیدند، می رفتند برای نماز و وضو هم نمی گرفتند. حدیث حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هست که ایشون شبی در وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سجده بودند، دستشون به کف پای رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجوری اصابت کرد، یعنی دست دادن به کف رسول الله، میگشتن دنبال رسول الله که تاریک بود نمیدیدن، دستش به رسول الله اصابت کرد، اما رسول الله نگفت که وضو منو شکستی، تعریف نکردند که ایشون رفتن دوباره وضو گرفتن، نه، به هیچ عنوان شکننده وضو نیست. استخاره گرفتن آیا حرام هست؟ استخاره گرفتن یعنی نماز استخاره. ببینید استخاره ای که مردم میگیرند این استخاره شرعی نیست. این که شما قرآن را باز بکنید استخاره بگیرید، این استخاره نیست، این بدعت و ناجایز هست. این که تسبیح را بردارید و استخاره بگیرید، این جایز نیست. این که شما کتاب نمیدونم حافظ را باز بکنید، دیوان حافظ را باز بکنید، هر کتاب دیگری را استخاره بگیرید، این استخاره نیست، اینا حرامه، جایز نیست اینها. اینا یک نوع غیبگویی هست که از نظر شرعی جایز نیست. استخاره شرعی این هست که شما یک کاری رو میخواید انجام بدید، الان دو دل هستید، نمیدونید انجام بدهید یا انجام ندهید. حکمش این است که دو رکعت نماز بخونید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم همان گونه که فاتحه رو به اصحاب خودشون نشان میدادند و یاد میدادند، استخاره رو هم یاد میدادند. فرمودند که اگر میخواستی یک کاری رو انجام بدهید، بروید استخاره بکنید. استخاره هم روشش این است که بروید دو رکعت نماز بخونید. دو رکعت نماز غیر از نماز فرض، دو رکعت نماز دیگر باشه، غیر از نماز فرض بخوانید و بعد از این دعا بکنید. و دعای معروف استخاره هست که این دعای استخاره رو بخونید، اگر عربیشان بلد نبودید همون فارسی رو بخونید. خدایا پروردگارا تو میدانی و من نمیدانم، تو علام الغیوب هستی، پروردگارا تو قادر هستی و من ناتوان هستم، پروردگارا اگر این کاری که من تصمیم گرفتم برای من خوب هست، در دینم، در دنیایم و آخرت و عاقبتم خوب هست، اینو برای من میسر بکن. پروردگار اگر این کار برای من در دنیا و در آخرتم ضرر داره و خیری نیست، اون رو از من منصرف بکن و خیر و خوبی رو در هر جا که هست برای من مقدر بفرما. به زبان فارسی هم دعا کردید هیچ اشکال نه، این استخاره شرعی هست، یا من دعای عربیش رو بخونید. کوسه حلال هست یا حرام؟ کوسه هم مثل ماهی دیگر حلال هست، هیچ گونه اشکالی نداره، جایز هست. کاشت ناخن حرامه؟ کاشت ناخن اگر بدون نیاز باشه، به این معنی که ضرورتی نیست، یعنی ناخن کسی نیفتاده که بره ناخن مصنوعی بگذاره، حلاله، جایز هست. اما کسی برای زیبایی میرود، ناخنش سالم هست، رویش یک ناخن دیگری رو میچسبونه و کاشت میکنه، نمازش، وضو و غسلش از نظر شرعی جایز نیست و درست نیست و نمازش هم جایز نیست، چون که وضوش ناقص هست و وضوش هم ناقصه، غسلش هم ناقص هست و جنابتش هم رفع نمی شود و نمازش هم صحیح نیست. شما بندر عباس هستید؟ نه، ولی زیاد دورم نیستیم از بندر عباس.
شما کجا هستید که روز هست الان؟ الان هم خیلی از جاها روزه، مثل این که الان روزه میبینید. بهترین خیرات برای کسی که فوت کرده چی است؟ بهترین و ساده ترین و راحت ترین خیرات برای مرده دعای خیر است، دعای مغفرت است. همین که شما دعا بکنید که پروردگارا فلان مرده ما را ببخش، مردگان ما را بیامرز، مقامشان را در بهشت بالا ببر، بهترین جایگاه را به آنها نصیب بکن، از گناهانشان درگذر، این بالاترین و بهترین و راحت ترین ایصال ثواب هست برای مردگان. در روایت اومده که الله متعال در بهشت یک فرد مسلمانی را جایگاهش را بالا میبرد. اون فرد سوال میکند که پروردگارا من این همه عمل صالح نداشتم که به این جایگاه بلند برسم، این جایگاه بلند از کجا به من رسیده؟ فرشته الله متعال به اون میگوید یا به اون گفته میشود که این جایگاه بلند به خاطر دعای خیر و دعای مغفرت فرزند تو برای تو هست، چون که فرزندت برای تو بعد از تو دعا کرده به این جایگاه رسیدی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بعد از این که انسان میمیرد اعمالش قطع میشوند مگر از سه مورد. سه مورد هنوز هست که اعمال میرسد. یکی از این سه مورد اولد صالح یدعو له، فرزند نیکوکاری که بعد از پدر و مادر، بعد از وفاتشان برای پدر و مادرش دعا میکند. این یکی از بهترین و راحتترین ایصال ثواب برای پدر و مادر هست. پدر و مادرتون را، مردگان خودتون را هیچ وقت از دعای خیر فراموش نکنید. الله متعال تمامی رفتگان ما و شما را الله متعال مغفرت بفرماید. در این عصر جمعه دعا میکنیم که الله متعال گناهانشان را ببخشد، آنها را جایگاهشان را در بهشت بالا ببرد، همنشین رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند. الله متعال از عذاب قبر و عذاب جهنم و سختی های قیامت آنها را نجات بدهد و همه مسلمانان را الله متعال عاقبت به خیر بگرداند. خدمت شما استاد عالی قدر، آیا گذاشتن ریس جبری است یا اختیاری؟ در زمان خلفای راشدین گذاشتن ریس جبری بود یا اختیاری؟ حالا در مورد زمان خلفای راشدین من موردی رو سراغ ندارم که ریشی مثلا کسی ریش تراشیده باشه که جبری در کار باشه. اصل اینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن ریش خودتان را رها بکنید، آزاد بگذارید، بلند باشه و سبیل خودتان را کوتاه بکنید. در زمان خلفای راشدین همه دیگه پیرو سنت بودن، کسی به هیچ عنوان مخالفت نمی کرده با سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و یک واجب شرعی هست. دعای بخت، یک دختر دم بخت بگو. هر دعایی که شما دعا بکنید برای دخترایی که دم بخت هستند یا برای ازدواج پسر یا دختر که میخوان ازدواج بکنن، رب اینی لما انزلت ایلی من خیر فقیر، ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعین، یا هر زبانی به هر زبانی دیگر که دعا بکنید، فروردگارا مثلا به من همسری مناسب و نیکو و عنایت بفرما، هر دعایی رو که شما دعا بکنید با هر زبانی باشه از نظر شرعی مشکلی نداره، دعا هست. آیا با دختر خواهر زن ازدواج کردن جایز هست؟ نه، جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یجمع بین العمتی و خالتها و عمتها، جایز نیست که شما یک دختر را همراه با مثلا عمه‌اش یا خاله‌اش بگیرید، یا به تعبیر دیگر یک دختری رو بگیرید دوباره با خواهرزاده‌اش یا برادرزاده‌اش ازدواج بکنید. نه، همزمان ازدواج با چنین کسی از نظر شرعی جایز نیست. آیا بند زدن صورت مجرد گناه هست؟ نه، گناه نیست. آرایش جایزه و خصوصا بند زدن یا گرفتن دخترانی که شاید مثلا
صورتش نیازی به اصلاح داشته باشه. از نظر شرعی هیچ گونه ممنوعیتی وجود نداره. تفاوتی در این زمینه میان زنی که ازدواج کرده و دختری که مجرد هست تفاوتی وجود نداره، جایز هست. آرایشگری گناه هست؟ خیر، آرایشگری گناه نیست، یک شغل هست و یک نیاز اجتماعی هست، جایزه. حکم سوالات علکی چیه؟ حکم سوالات علکی اینه که هر کسی عقل خودش رو و معرفت خودش رو، یعنی چی ببینیم، اخلاق خودش رو به نمایش میگذاره و کسی که نیازی داره و برخی از مردم از روی سادگیشون هست و چیزی تو دلشون نیست و واقعا یک چیزی شاید از نظر ما چیز علکی به قول شما باشه یا پیش افتاده باشه، برای یک فرد دیگر مهم هست، سوال میکنند. اما سوالایی که واقعا یعنی بی مورد هست، زننده هستند یا فرض بکنیم که اهانت آمیز هستند، اونا دیگه مشخصه نمیکنه. آیا با تیمم نجاست پاک می شود؟ با تیمم نجاست پاک می شود؟ سوال سختیه، نمیدونم منظور شما چی هست با تیمم نجاست پاک می شود. اگر منظورتون اینه که یک فردی بی وضو هست، یک فردی جنوب هست، یک فردی عادت ماهیانش تمام شده، میخواد وضو بگیرد، میخواد تیمم بکند، آب نیست وضو بگیرد، نمیتواند غسل بکند، تیمم بکند، بله این نجاست حکمی از بین میرود. اما نجاست حقیقی یعنی ادراری باشه و فرض بکنیم که نجاست دیگری باشه که این تیمم موردی نداره، نمیشه که با تیمم پاک بشه. اما نجاست حکمی یعنی همون بیوضویی و حالت جنابت، بله با غسل با تیمم از بین میرود. حکم خود ارضایی چی هست؟ بارا گفتم حکم خود ارضایی از دیدگاه من یک کار غیر فطری هست، خلاف فطرت و سرشت بشری هست و جمهور علما اون رو گناه میدونن. اما دلیل قطعی صحیح و صریحی که گناهی برای این تعبیر کرده باشه یا وعیدی در مجازاتی در دنیا یا وعیدی عذابی در آخرت برش مشخص شده باشه، در این زمینه چنین چیزی نیومده. منتها یک کار غیر فطری و شاید غیر اخلاقی باشه، انسان سعی بکنه که به چنین کاری عادت نکنه. خانم متأهل با مرد متأهل صحبت کند یا چت کند گناه هست؟ بله، حرف به اصطلاح چت های غیر ضروری که نیاز نیست و خصوصا حرف عاشقانه از نظر شرعی حرام، جایز نیست، مگر اینکه یک فرد یک نیازی داره، میخواد از یک فرد یک چیز رو سوال بکنه و یک حرف به اصطلاح عادی هست، اشکال نداره، میتونند از یک فرد نامحرم چیزی رو سوال بکنه، هیچ گونه اشکالی نداره. اما پیامه های آنچنانی و نمیدونم به اصطلاح مثل دوست همیشگی بودن و همیشه حرف زدن و بی مورد حرف زدن و حرفای عاشقانه زدن حرام قطعی و 100% است. حکم چند همسری چی هست؟ ببینید عزیزم، من همبستری چند همسری از نظر شرعی جایز هست به عنوان یک حکم شرعی، اما این یک حکم ثانوی هست در اسلام، به عنوان یک درمان هست، به عنوان یک راهکار هست در برای بسیاری از مواردی که انسان نیاز داشته باشه به همسر دوم. فرض کنیم یک فردی ازدواج کرده، همسرش الان به صورت کلی باردار نمی شود، نیاز چارش چی هست؟ چارش این است که بره یک زنی دیگر بگیرن. یک زنی به اصطلاح مشکلات دیگری دارد و زن نمی تواند نیاز شوهرش را برطرف بکنه، زن مرد چاره نداره غیر از این که بره زن دیگری بگیرد. و بسیاری از زنانی که در جامعه هستن، بیوه هستن، نتونستند ازدواج بکنن، شاید برای کسانی که میخوان تازه ازدواج بکنن دوست ندارند با چنین افرادی ازدواج بکنند، یا سنشون بالاتر هست، یا اینکه دوست ندارند و عملا این گونه هست و تعداد زنان از مردان بیشتر هست
و برای این گونه موارد در شریعت اسلامی جایز هست که یک مردی دو تا زن، سه تا زن در حد توان خودش بگیرد، منتها این رو الله متعال محدود کرده به عدالت که اگر کسی توان عدالت ندارد همون یک زن رو باید بگیرد، جایز نیست که بیش از یک زن بگیرد. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، و در آخر می فرماید فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. شما می توانید دو زن بگیرید، سه زن بگیرید، چهار زن بگیرید، اما اگر ترسیدید یعنی بیم داشتید و می دانستید که نمی توانید عدالت بکنید، فَوَاحِدَةً به یک زن اکتفا بکنید. آیت الکرسی رو من تا العلی العظیم میخونم، درسته؟ بله، آیت الکرسی همینه. آیت الکرسی فقط همین یک آیه هست، الله لا اله الا هو الحی القیوم تا آخر آیه که العلی العظیم هست. و یک فضیلتی داره این آیت الکرسی که بعد از هر نماز خوانده بشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمونه کسی که آیت الکرسی را بعد از هر نمازی بخواند اگر فوت بکند هیچ مانی برای ورود به بهشت برای اون وجود ندارد. یعنی یکی از مواردی هست که سبب می شود که انسان خاتمه به خیر بشود. آرش کردن خانم گناه دارد؟ آرش کردن برای شوهر و جایی که همه محرم هستند و نامحرم نمیبینه، نه گناه نیست، حتی ثواب هم هست برای شوهر. و جالب این است که ما در شریعت اسلامی مواردی رو داریم، حتی مثلا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگوید که من دوست دارم که برای همسر خودم آرایش بکنم همون گونه که زنم برای من آرایش میکند. این فرموده عبدالله ابن عباس است. زیبایی، ان الله جمیل و یحب الجمال، الله متعال زیبا هست و زیبایی رو دوست دارد، هم زن خودش رو زیبا بکنه، آرایش بکنه برای مرد و هم آرایش مردانه بکنه برای زن. این یک مثلا ادب هست و جزء آداب زندگی هست، این قول عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما است. آیا امیرالمومنین علی حق یا عمر؟ هر دوتاشون حقند. حضرت علی رضی الله تعالی پدر خانم عمر ابن خطاب هست، هم داماد حقه و هم پدر خانم حقه، هیچ تضادی با هم دیگه ندارن. و بزرگترین و صحابه و اهل بیت شما اگر توجه بکنید خیلی با هم دیگر رفیق بودن، دوست بودن، روابط اجتماعیشون، روابط خانوادگیشون، وصلت هایشون رو نگاه بکنید اصلا به هم یعنی فرو رفته در هم دیگه، اصلا قابل تفکیک نیستن. ابوبکر و عمر هر دوتا پدر خانم پیامبر، عثمان و علی هر دوتاشون به سلام دامادهای پیامبر هستن، علی عمر داماد علی هست و بعد از این هم در مراحل بعدی خیلی هم دیگه با هم دیگه صحابه و اهل بیت وصلت های نزدیکی داشتن. شرط چند همسری چیست؟ شرط چند همسری عدالت هست در مواردی که در شریعت اومده. عدالت در مسکن هست، عدالت در نفقه هست، عدالت در مبیت هست، یعنی این که خرجشون باید به اندازه کافی داده بشه، مسکن مناسبی برای هر دوتا تأمین بکنه و وقت خودش رو هم تقسیم بکنه، یعنی شبش رو تقسیم بکنه. اگر یک شب پیش یکی خانمی هست، شب دوم پیش خانم بعدی باشه، اگر دو شب یک جا هست، دو شب پیش خانم دیگرش باشه. عدالت بکنه در این مورد، یعنی هم در خرج و نفقه و هم در مسکن و هم در مبیت. خانمی که زنا کرده باشه، چند بار توبه کرده باشه، در آخرت بخشیده میشه؟ بله، الله متعال هر کسی رو، انسان نباید به امید گناه، به امید توبه گناه بکنه. ببینید یک فردی میگه که نیتش همینه که من میرم گناه میکنم بعدش توبه میکنم، این اشتباهه. اصلا اومدیم شما توبه نصیبت نشد، اون وقت چه کار میکنید؟ الله متعال میفرم انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله، توبه برای کسانی هست که به جهالت و نادانی مثلا میرن یک کاری رو انجام میدن، نه اینکه عمدن و دیده و دانسته الان میرن این گناه رو انجام میدن بعدش توبه میکنم.
و شاید که توبه نصیب چنین افرادی معمولا نمی شود. انسان نباید به این نیت مثلا گناهی رو انجام بده، اما فرضاً اگر که کسی گناهی رو انجام داد، هر گناهی باشه، زنا یا غیر زنا، صادقانه توبه بکند، الله متعال توبه اش را قبول میکند. و یکی از آثار توبه این است که التوبه تجب ما قبلها، توبه ما قبل خودش را باطل میکنه، پاک میکنه، یعنی گذشته انسان که پر از گناه بوده با توبه الله متعال او را کاملا پاک میکنه و بخشیده میشه. و الله متعال انسانی را که توبه کرده، رسول الله هم فرمودند که التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه کرده باشد دقیقا مانند کسی هست که گناهی را مرتکب نشده باشد. پس بنابراین الله متعال وقتی که انسان توبه میکند، الله متعال گناهش را معاف میکند و انشاءالله که دوباره مؤاخذه نمیشود. من میترسم پشت سر نگاه میکنم که یک وقتی آب دریا بالا نیاد. اگر دوستانم بله، کاشت ناخن حرامه، در صورتی که نیازی نباشه بله حرام هست، و در صورتی که یعنی کسی ناخن شکسته باشه جایز هست که به اصطلاح ناخن کاشت بکنه، اما بدون ضرورت از نظر شرعی جایز نیست و مانع صحت وضو و نماز میشه. نگهداری عروسک در منزل اشکالی نداره، جایز هست اگر کسی در منزل عروسکی داره برای اینکه باش بازی میکنن بچه ها، نگه داشتنش ممانعت شرعی نداره، جایز هست. کاشت مو حلال هست، جایز هست یا خیر؟ بله کاشت مو از نظر شرعی اشکالی نداره، یک نوع مداوا و معالجه هست. اگر کسی به اصطلاح کچل شده، موز سرش ریزش داره، میتونه که به اصطلاح کاشت بکنه، اشکالی نداره. خواب دیدم که بچه دارم، تعبیرش چیه؟ انشاءالله که الله متعال به شما بچه عنایت بکنه. اگر ازدواج نکردید الله متعال بهتون زن بده، و اگر زن گرفتید و یا اگر خانمی هستید و شوهر دارید، انشاءالله که الله متعال بهتون بچه نیک و صالحی بده انشاءالله. چلیم کشیدن گناه هست یا خیر؟ چلیم و تنباک و گوراکو و نمیدونم سیگار و چرس و بنگ و تریاک و همهشون از نظر شرعی حرامن، جایز نیست. مادرم فوت شده، نماز قضا براش بکنم؟ خواندن نماز برای میت از نظر شرعی ثابت نیست. اگر کسی فوت شده و نمازی برگردنش بوده، شما برایش دعای رحمت و مغفرت بکنید. این که شما برایش یعنی نماز قضایی بخونید، چنین چیزی از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نشده. اما اگر کسی فوت کرده و روزه برگردنش هست، ثابت هست. حدیث حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هست که اگر کسی فوت کرد و برگردنش به اصطلاح روزه بود، میتواند که ولیش به جایش روزه بگیرد، اشکال نداره، اما نماز خواندن ثابت نیست. حکم لیزر زاید موی صورت اشکالی نداره، مواردی رو که زنها مثلا بدنشون لیزر بکنند از نظر شرعی اشکالی نداره و
جایز هست صورتشون، دست پایشون، و اگر که نیازی هست که لیزر بکنن، از نظر شرعی هم هیچ گونه ممانعتی وجود نداره در این صورت. برای تعویض میخوام برم پیش قاری سلیم، آیا گناهه؟ والا من نمیدونم قاری سلیم چه تعویضایی به شما میده، انشالله که تعویض از آیات قرآن بده. و من نظر شخصی من این است که تعویض گرفتن جایز نیست. الان تفاوتی نداره تعویض از آیات قرآن باشه یا از حدیث پیامبر باشه، این که شما تعویضی بگیرید اینو بر بدن خودتون ببندید، اینو من جایز نمیدونم و این یک نوع بی‌حرمتی به قرآن هست. این قرآن در وقتی که شما در حالت جنابت هستید، در حالت حیض و نفاس هستید، این آیه قرآن رو شما به خودتون بستید، وقتی میخوابید زیر بدنتون قرار بگیره، وقتی که دستشویی میرید همراهتون هست، این یک نوع بی‌حرمتی به آیات قرآن هست. من چنین چیزی رو جایز نمیدونم، اما برخی از علما که جایز میدونن فقط در حدی که به اصطلاح آیات قرآن باشه، نه غیر آن. و اونم باید مراعات بکنید که در دستشویی اینو نبرید و در حالت جنابتون و تنتون نباشه، در حالتی که به اصطلاح دستشویی هست، حمام هست، بقیه موارد، اینو باید مراعات بکنید. خواندن ثنا فقط در اولین رکعت است؟ بله، ثنا یعنی سبحانک الله، سبحان را که به اصطلاح میخونن در اول نماز، این فقط برای اول نماز هست، فقط برای رکعت اول هست. در رکعت دوم و در رکعت سوم و چهارم خواندنش لازم نیست، فقط برای رکعت اول. زن طلاق یاد کردن مرد و انجام دادن کاری که برایش طلاق یاد شده و زن زیر بار نره قبول نکنه. من نمیدونم منظور شما چی هست، اینکه اگر کسی زن طلاق خورده و یک کاری رو که انجام نده، خب راهش اینه که نباید اینو انجام بده. اگر کسی زن طلاق خورده باشه که اگر که مثلا بگوید که اگر فلان کار رو کردم، مثلا میگوید که زنش طلاق بشه، خب اون کار رو نباید انجام بده، زیرا که جمهور فقها نظرشون بر این است که زنش طلاق میشه. اما نظر بنده در این زمینه این است که این یک نوع قسم هست، گرچه قسم ناجایز و حرامی هست، نباید چنین قسمی بخوره، اما اگر چنین قسمی خورد باید کفاره بده و کفارش هم این است که به 10 مسکین غذا بده یا لباس بده و اگر توانایی ندارد به جای آن 3 روز روزه بگیرد. در حالت جنوب عادت ماهیانه شدیم، چطور غسل بکنیم؟ کسی که یعنی بعد از یعنی در حالت جنابت بالفرض که عادت ماهیانه شروع بشود، میتواند که غسل جنابت را به تأخیر بیاندازد، میتواند که غسل جنابت را به تأخیر بیاندازد و برای هر دو مورد یک غسل انجام بده، بعدن لازم نیست که حتما غسل بکنید. اما اگر دوست دارید که در حالت به اصطلاح حیض مثلا قرآن تلاوت بکنید، بهتر این است که به اصطلاح غسل بکنید. گریه کردن سر نماز، اگر کسی سر نماز یعنی گریهش گرفت، آیه قرآنی رو خوند، یعنی نتونست خودش رو کنترل بکنه، اشکالی نداره، نمازش صحیح هست. اما گریه کردن برای یک امر دنیوی یا برای مثلا فرض کنیم یک فردی درد داره، نه، این جایز نیست و جزو شکننده های نماز هست. یک فردی دردش خیلی سنگین هست و سر نماز گریه میکنه، این جایز نیست. اما اگر به خاطر ترسی از الله متعال هست، متاثر شده از آیات قرآن، این اشکال نداره. اگر گوسفند رو در شب بکشید، کشتن گوسفند و ذبحش در شب و روز تفاوتی نداره، در هر دو صورت جایزه. اما اینکه جلوی پای کسی باشه، این جایز نیست. اینکه جلوی پای کسی شما گوسفند عروس باشه، مهمان باشه، جلوی پایش ذبح بکنید، این کار مناسبی نیست، گرچه برای الله ذبح میشه، به نام الله متعال ذبح میشه، اما یعنی طوری باشه که اگر میخواد که ببینه اون طرف، اصلا دیدنش لازم نیست. وقتی که مهمان اومده گوشت رو مثلا دو سر سفره میذاری، خب میدونه که مثلا گوسفندی ذبح شده یا مثلا برای عروسی و بقیه موارد. اما در شب و روزش هیچ گونه تفاوتی نداره، هر دو مورد جایز هست.
من فلجم و نمیتونم وضوی خودم رو خوب بگیرم. آیا نمازم قبوله؟ بله نماز شما قبوله. اگر خودتون نمیتونید وضو بگیرید، خب یک فرد دیگری میتونه بهتون وضو بده به شما. حتی اگر شده با یک دستمال خیسی مثلا اعضای وضویتون رو مثلا بکشید، اینم جایز هست، یعنی شسته بشه به این طریقه. و اگر بالفرض به صورت در هر حدی که میتوانید وضو بگیرید، وضو شما درسته. اگر به صورت کلی نمیتوانید وضو بگیرید، به جای آن میتوانید تیمم بکنید و وضو شما کاملا درسته و نمازتون هم صحیح هست. نگهداری عروسک در منزل عرض کردم که جایز هست، اشکال نداره. و رقصیدن جلوی شوهر جایز هست اما بدون موسیقی. اون موسیقی از نظر شرعی جایز نیست، اما اگر موسیقی در حد یک دف و دایره باشه، این اشکالی نداره، جایز هست. خب دوستان عزیز و ارجمند، وقت نماز هم رسیده و آب دریا هم دیگه کم کم میخواد منو از جا بلند بکنه. قبل از این که آب دریا برسه، من باید با شما خداحافظی بکنم. تمامی شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.